پرواز برای مأموریتی خطیر در دل تاریکی شب. هلیکوپترهای ارتش عراق در راه حمله به داعشند. هدف فاصله چندانی با بزرگترین شهر تحت کنترل این گروه ندارد. موسل، سومین شهر بزرگ و نفتخیز عراق. حمله پی در پی با این هلیکوپترها به داعش اکنون مؤثرترین تاکتیک ارتش عراق برای بازپسگیری موسل است. و ما نخستین تیم خبری هستیم که با این هلیکوپترها همراه شده. ظاهراً از روستای پشت سرمان به هلیکوپتر شلیک شده بود. حمله با موفقیت انجام شد. دو هدف نابود شد. یکیشان انباری بود پر از مهمات داعش. پس از حمله خلبانها خودروهای داعش را رصد کردند که به سوی محل حمله می رانند. خطر این عملیات اینه که ما روی قلمرو دشمن پرواز میکنیم و اونا به ما شلیک میکنن. ما هم باید قبل از اینکه هدف قرار بگیریم به اونا شلیک کنیم. در هر عملیات معمولاً 4 هلیکوپتر شرکت میکنند، مسلح به راکت و تیربار. گاهی هواپیماهای ائتلاف هم از ارتفاع بالا همراهیشان میکنند. این حملات دست کم هفته ای 3 بار انجام میشود. اول هواپیماهای شناسایی ائتلاف هدف را تعیین می‌کنند و بعد هلیکوپترها به آن شلیک. نقش ما اینجا کمک و پشتیبانی برای دسترسی اونها به هدف و فراهم کردن پشتیبانی در شمال عراق. این حملات هوایی از سال گذشته برای پشتیبانی از نیروهایی آغاز شد که روی زمین دارند با داعش می جنگند. به خصوص پیشمرگان کرد. ما داریم سعی می کنیم با حمله های پی در پی از شرق و غرب به موسل برسیم. به تدریج شهر رو محاصره کنیم و عملیات آزادسازی رو شروع کنیم. این هلیکوپترها کلید ارتش عراق برای برگرداندن ورق در جنگ با نیرویی است که گویی تاریخ را به عقب ورق زده. نفیسه کوهنورد، BBC، اربیل.